امروز در خبرها، آیت الله علی خامنه ای امروز آمریکا را به پشتیبانی از تروریست‌ها در کشور همسایه عراق متهم کرد. خامنه ای ضمن دیدار از استان کردستان گفت: اطلاعات دقیق داریم که آمریکایی‌ها در پشت مرزهای غربی ما با جمع‌آوری اطلاعات، هزینه کردن پول و تأمین سلاح، مشغول توطئه سازمان یافته و تروریست پروری هستند و افکار شومی در سر می‌پرورانند. مرز باختری ایران با عراق صحنه برخوردهای متعدد بین نیروهای ایران و جدایی طلبان کرد از جمله حزب حیات کردستان آزاد، اختصاراً پژاک شده است. خامنه‌ای در پایان سفر 8 روزه خود به استان کردستان هشدار داد که آمریکا در مورد نواحی کردنشین نقشه‌های خطرناک در سر دارد و می‌کوشد بر آن نواحی مسلط شود. بوندستاگ پارلمان فدرال آلمان دیروز طی بیانیه اعلام کرد که تجارت آلمان با ایران میتواند محدودتر شود. در ادامه آن بیانیه آمده است که دولت مکررن به شرکت‌ها و سندیکاهای آلمانی درباره خطرات ادامه تجارت با ایران هشدار داده است. این بیانیه آخرین واکنش دولت به سوالات انتقادی از عملکرد دولت توسط فراکسیون اقلیت FDP یا حزب اختیارگرای آزادیخواه دموکرات صادر شده است. طبق آمار ارائه شده توسط پارلمان آلمان، حجم صادرات آلمان به ایران در سال 2004 3573 میلیارد یورو بوده است که تا 2008 به 3918 میلیارد یورو افزایش یافته. در همون مقطع زمانی واردات آلمان از ایران از 357 میلیون یورو به 529 میلیون یورو رسیده است. رسانه‌های ایرانی امروز گزارش کردند که یک مرد به اتهام قتل و یک مرد دیگر به اتهام قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شدند. گفته می‌شود محمود که از ازدواج زن دلخواهش با یک مرد دیگر خشمگین شده بود، برادر آن مرد را به ضرب چاقو به قتل رساند و جسد او را هم سوزاند تا از خانواده آنها انتقام گرفته باشد. او در شهر اصفهان در مرکز ایران به دار آویخته شد. در یک ماجرای دیگر، احمد الف که به اتهام قاچاق 23 کیلو یا 50 پوند هروئین محکوم شده بود، در زندان شهر دزفول در جنوب باختری ایران حلق‌آویز شد. در گزارش‌های مربوط به این اعدام‌ها زمان اجرای حکم اعدام ذکر نشده است. این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون washington.com